ویدیوی تازه منتشر شده از یکی از آمران معروف که در اتوبوس به هجاب زنان دیگر اعتراض می کند و می‌گوید تصاویر آنها را برای سپاه ارسال می کند و در نهایت هم زنان او را از اتوبوس بیرون می با واکنش های بسیاری در شبکه های اجتماعی روبرو شده نوشین خانیم اینجا در استودیو همراه ماست تا بیشتر از او در این مورد بشنویم نوشین خیلی واکنش برانگیز شد این ویدیو دقیقا خیلی واکنش ها گسترده بود جزیات و واکنش ها را من به یک بخشیشون اینجا خواهم پرداخت اما مهمترین نکته ای که کاربرها دارن بهش تاکید میکنن اینه که مشکل زنان محجبه نیستند مشکل کسانی که میخوان حجاب اجباری رو به دیگران تحمیل کنند. که موافقی بریم که از بخش از این جزئیات رو هم با هم ببینیم. آتش به اختیار توصیف کاربران شبکه های اجتماعی از زنی که در بیارتی به دلیل مبارزه با بدهجابی به زنان دیگه در اتوبوس فهاشی و حمله میکنه زنی که در نهایت با مقاومت مدنی مردم مجبور به ترک اتوبوس شد کاربری نوشته سرنشینان اتوبوسی در تهران زنی که قصد دخالت در نوع پوشش یا اصطلاحا تذکر هجاب رو داره بدون توجه به تهدیداتش از داخل اتوبوس بیرون می کنند چند سال قبل همین افراد شاید جرأت بحث و جواب دادن هم نداشتند جامعه کنونی ایران خیلی تغییر کرده و مردم امسال ایران مردم سال شست نیستند محمد جواد اکبر این هم میگه بیرون کردن اون دختر چادری از اتوبوس واکنش طبیعی و حتی حق کسانی است که اون مزاحمشون شده مخاطب این هشدار مردم نیستن حکومتی که به این نفرت و خشم دامن میزنه تا منفجر بشه بله هر چه بیشتر جمهوری اسلامی بمونه احتمال تغییر خشونتبار بیشتر میشه یکی از کاربرها نوشته این زن آتش به اختیار ذوب در ولایت که با چنگ و دندان خالی با زنان همیهن هم خود در اتوبوس چنین میکنه اگه به اذن رهبرش به بمب هستهای برسه با جهان چه خواهد کرد اما احمد عبداللهی نژاد دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان هم تنها راه رو در توهین کردن به زنی دیده که به تذکر حجاب در اتوبوس اعتراض کرده بود و با عوض کردن جای مزاحم و معترض نقش قربانی رو به زنی داده که درباره پوشش دیگران دخالت کرده کاربران شبکه های اجتماعی اما این واکنش و رفتار زنان در اتوبوس با زن محجبه رو دفاع از آزادی‌های شخصی و حق هر فردی میدونند مانند این کاربر که نوشته مردم به جون هم نیفتادن اده ای به صورت سیستماتیک به مردم حمله می‌کنند و مردم عادی هم از خودشون دفاع میکنن یه کاربر دیگه میگه مردم از کسانی خشمگین هستند که حق انتخاب رو ازشون سلب میکنه نه همه یکی از کاربرها نوشته این برخورد مردم با مردم نیست اگه چادری هستی و در اتوبوس به بی ها حمله می کنی و تهدید به این که فیلمت رو میفرستم برای سپاه شما مردم یا شهروند نیستین شما عمله و پیاده نظام ظلم هستین شهروند چادری امثال گوهر عشقی و فاطمه هستند یک کاربر هم میگه بیشتر مردم اعم از مذهبی غیر مذهبی ضد مذهبی با هجاب بی هجاب، شل هجاب و غیره مشکلی با هم ندارن و میتونن مثل آدم کنار هم زندگی کنن و میکنن مشکل زنی که توسط مردم از اتوبوس بیرون انداخته شد چادرش نبود مردم با آدم فروشی گردن کلفتی و دخالت این مزاحمان مشکل دارن و در نهایت هم عبدالله ممنی با هشتگ پوشش آزاد حق همگان نوشته هجاب اجباری پروژه است که به پایان خود رسیده و حق انتخاب آزادانه پوشش در فضای اجتماعی جامعه ایران خواست اکثریت جامعه است رنگ عمومی جامعه ایران رنگ رواداری و پذیرش تکسر در سبک زندگی است رنگ عمومی جامعه که نه به هجاب اجباری است رو تقویت کنیم